پایان روز نخست گردهمایی 30 روزه علمای کشور. اینجا در مرکز رسانه‌های حکومت، سخنگویان امارت اسلامی برای خبرنگاران از بحر ارائه جزئیات این گردهمایی آمدند. درشترین مورد اینجا هم همچون انتظارات مردم موضوع باز شدن مکاتب دختران است که آیا در این گردهمایی بر بازگشایان تصمیم گرفته خواهد شد یا خیر؟ موردی که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی آن را مسئله کلان عنوان و بر تلاش‌ها از بحر باز شدن آن تاکید می‌کند. دنجونو موضوع ما مخ یاد کسی دای واستون زده حل کول نظام نغواړي نظام مم مکلف کیږي چې دا واستونځه د خلکو غوښتنه په نظر کې ولري او دا د آینده نسل اړتیا هم ده. خو دا څه وخت د دې شرایط فراهم کیږي، څه وخت هغه ټول علما په دې باندې یو خلکو کیږي چې دغه میکانیزم جوړ ده او تایید ده، دا به لږ وخت غواړي. اشتراک احتمالی رهبر امارت اسلامی در این گردهمایی موضوع دیگر است که آقای مجاهد به آن تاکید کرد. او همچنان میگوید نظریات این علما پس از بررسی تا حد امکان عملی خواهد شد. امارات اسلامی افغانستان تلاش نهایی خود را میورزه که رسیدگی صورت بگیره به چیزی که علما کرام میخواین، مشوره میتن، نظر میتن. ما اطمینان میتیم که انشاءالله نظریات علما مد نظر گرفته میشه تا حد ممکن انشاءالله عملی میگردد. با این حال سرپرست وزارت دفاع ملی در این گردهمایی میگوید که عالمان دینی بدون در نظر گرفتن هیچ گونه مسائل نظریاتشان را ارائه کنند و اگر انتقاد از امارت اسلامی دارند آن را بازگو کنند. آقای مجاهد میگوید که نظام کنونی در پی قربانی های بیشمار به دست آمده و نباید از دست برود. اشتن مداد است از سخه چی تاسو باید مشتف شپ داده زنه پی اتمنان بانی او شپ جرعت سره هر نقد کوی هر ځای که هر نمگرتیاوی هغه مشتف گوته سی کز مش په پالیسی که خدای نکرده مشکلات وی کز مش په پردی اعمالو که مشکلات وی هغه ټول مشتف گوته کی ترچو دا په دې ارتباط باندې تاسو هم خپل مسؤلیت ادا کړی او موږ هم خپل مسؤلیت ادا کړی. هرچند تا کنون در کنار آجندا هزینه ای که در برگزاری نشست به مصرف میرسد مشخص نیست، اما مقام های امارت اسلامی میگویند در پیشبرد برگزاری نشست 4 کمیته و 1 دارالانشا کار میکنند و بودجه هم از سوی امارت اسلامی تامین میشود.